گروه سنی های تندروی داعش مسئولیت انفجار بمبی را که در روزهای پایانی هفته گذشته در بلوچستان پاکستان رخ داد و به کشته شدن دو افسر پلیس منجر شد بر عهده گرفت. این حادثه در شهر کوچلا که نزدیک کویت مرکز استان بلوچستان به وقوع پیوست. به گفته مقام های محلی در این انفجار که در روز شنبه رخ داد دو افسر پلیس جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند. گروه سنی های تندروی داعش در بیانیه اعلام کرد که این حمله با هدف قرار دادن یک خودروی پلیس انجام شده است. تحلیلگران امنیتی بر این باورند که افزایش خشونت‌ها در بلوچستان نشان دهنده هماهنگی بیشتر بین گروه‌های تندروی سنی و جدایی طلبان است. این گروه‌ها سال‌هاست که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که همکاری بین گروه سنی‌های تندروی داعش و گروه‌های جدایی طلب مانند ارتش آزادی بخش بلوچستان می‌تواند اوضاع امنیتی در پاکستان را پیچیده‌تر کند و تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت این کشور محسوب شود. بلوچستان، استان نفت خیز پاکستان، از سال‌ها پیش شاهد ناآرامی‌ها و درگیری‌های مسلحانه بوده است. جدایی طلبان پاکستان خواستار استقلال از دولت مرکزی پاکستان هستند و در این راستا حملات متعددی را علیه نیروهای امنیتی انجام دادند. آقای افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده نیست فرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین. آقای افضل رضا، خبر مربوط به مسئولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت شنیدیم. لطفاً تحلیل شما را در این زمینه بشنویم. بله، متاسفانه هرچند دستگاه های امنیتی پاکستان مدعی هستند که هیچ رد پایی از این گروه تروریستی و سنی تندروی داعش در بلوچستان به ویژه دیده نمیشه و این ادعاها در بسیار مواقع از دستگاه های امنیتی و مقامات نظامی پاکستان اقرار شد، ما همچنان شاهد تداوم این عملات و این همچنین همزمان با افزایش یورش های جدایی طلبان و تجزیه طلبان علیه نظام هستیم. چندی پیش نیست گروه سنی داعش مسئولیت چند فقره حمله رو در ایالات خیبر پختونخوا در مجاورت کشور افغانستان برگرفت و آقای منطقه از قند شوری زده بلوچستان از این نگرانی رو بین نظام امنیتی افزایش ده که احیان منطقه بلوچستان اوهاوی جولان داعش تبدیل شد و حالت سردرگم نیروهای امنیتی پاکستان با اینکه چه با این پدیده های نیروهای ضد تجزیه طلبان بلوچ و چه سنی های تندروی داعش باید برخورد بدن. به مقررات تأکید شده که این حملات فقط سایش هم قرار بشه به ادعای این گروه های تروریستی، همچنین نگرانی در خصوص استرات این حملات با توجه به اینکه چین ها در ایالات بلوچستان به شدت نگران هدف گرفتن خودشون و پروژه های مثلا این باید که تنبوری برای دستگاه امنیتی پاکستان که با چین بدون هیچ مناشق برخورد بشه بلکه این صورت برای از قبل خشونت زده مثلا میتونه بیشتر تشدید بشه. ممنونم. با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.